سلام دوستان وقتتون به خیر و شعر روز گذشته ناآرامی از جنس اعتراض و آشوب در برخی از نقاط کشور شاهد بودیم ناآرامی هایی که رفته رفته هرچی به ساعت انتهایی شب نزدیکتر می شدیم رنگ تجزیه طلبانه به خودش می گرفت این حرف هم ممکنه برای بعضی ها توهم آمیز به نظر روسته فیلم و عکس بسیار زیاده اصلا نگران نباشید فیلم و عکس بسیار زیاده با هم بررسی خواهیم کرد و دوست دارم کمی صدای زوزه و واق واق تجزیه طلب ها رو با هم ببینیم دیروز چه کردن و چه حرفایی برای گفتن داشتن یه سری فیلم و عکس دیگه هم هست از تنش بین نیروی انتظامی و معترضین هم مثبت هم منفی هم مثبت هم منفی همه اونها رو هم خواهیم دید با هم بررسی خواهیم کرد و کی دو تا ماجرای دیگه هم هست که دوست دارم کمی بهش بپردازم و پیرامون صحبت کنم دوستان قبل از اینکه این بحث رو با هم جلو ببریم و نکات خودمون رو و فیلم ها رو با هم بررسی بکنیم لازم هست دو تا ماجرا رو با شما بذارم دیروز فکر میکنم از ساعت ده به بعد بود که یک اتفاقی رخ میده به طور رسمی به طور رسمی بعضی ها تلاش میکنن که سنبه تجزیه طلب ها رو در ماجرای درگذشته محسای امینی پر رنگ بکنن تصویر منتشر میشه از یک استوری که توسط گلشیفته فراهانی ارسال شده در این تصویر شما پرچم اقلیم کردستان پرچمی که خیلی از تجزیه طلب ها در این سالها ازش استفاده کردن رو روی چهره محسای امینی مشاهده میکنید پرچمی که نشان میدهد ادهی در تلاش هستن سلبریتی چهره شناخته شده است این وره اون وره در تلاش است برای اینکه به این چیزی که ما بهش میگیم اعتراض رنگ و بوی آشوب از جنس آشوب تجزیه طلبانه بده من اینم لازم است خدمت شما یادآوری بکنم وقتی گلشیفته فراهانی از پرچم اقلیم کردستان برای محسای امینی استفاده میکنه این به معنای دعوت تجزیه طلب ها برای فعال شدن نیست نه داره یک تلاشی انجام میده برای اینکه توجه اقلیم کردستان رو به این قضیه جلب بکنه بگه بیاید ایفای نقش بکنید بیاید واکنششون بدید او یک کرد هست از شما یک کرد ایرانی نه یک کرد هست با تعریفی که من میگم از شما زیر پرچم شما شما واکنششون بدید اینجا دو تا اتفاق میفته یک اقلیم کردستان پیوند زده میشه با معترضین کرد ما دو تلاش میشه به جهت اینکه به ماجرا رنگ و بوی تجزیه طلبانه داده بشه دقت کردین یعنی حمایت اونها رو داره تلاش میکنه وسط میدان بیاره برای محسه امینی تا ساعت ده شب فکر میکنم حدود ده شب کاربرها پیرامون همین استوری صحبت میکردن به این اشاره میکردن که این دیگه یعنی بازی بازی تجزیه طلبانه است این یعنی رسما یک دارن تلاش میکنن که یک اعتراض قومی را ببرن در یک کانال دیگر معتبر هم هستن دنیا هم در این سالها بهشون سعی کرده اعتبار بده شخصیت بده به خاطر اینکه اینجا میخواد از ظرفیتشون استفاده بکنه کمی بعدتر از اینکه این, این تصویر منتشر شد از سوی گلشیفته فراهانی یک خبر از سوی بی بی سی منتشر میشه بی بی سی اشاره میکنه به اینکه مسعود بارزانی تماس گرفته با خانواده محسای امینی و همدردی کرده گفته ایشان دختر ماست و ما از بابت اینکه این اتفاق برای دخترمان رخ داده ناراحتیم آقای مسعود بارزانی دختران کرد زمانی که داعش حمله کرد به کشور عراق و سوریه اینها در حال دزدیده شدن بودند اون موقعی که دختراتو میبردن کجا بودی آی بارزانی؟ اون موقعی که در اقلیم کردستان کار به یک جایی رسید که دختران رو بردن برای کنیزی بعضی مسائل هست بعضی مباحث هست ما سعی میکنیم که بهش اشاره نکنیم برای اینکه غیرت و شرافت برخی انسانها خدشهدار نشه امروز عده دختردار شدن از اقلیم کردستان تماس میگیرن با ایران دختر ما چه اتفاقی براش افتاده نگرانیم دختران شما رو دونه دونه در عراق و سوریه بردن و زیدن بیش از سی هزار نفر دختر به اسارت رفتن یک نفر در اقلیم کردستان شرافت نداشت سلاح به دست بگیره بسیج مردمی عراق بلند شد اومد فیلماشو پخش زنده در رسانه‌های خودتون پخش می‌کردین می گفتید رسیدن برای نبرد با داعش همین بسیج مردمی که الان دارید فوشش میدید قاسم سلیمانی بلند شد اومد فیلماشو پخش کردید آمدن برای مبارزه با داعش اون موقع کجا بودین الان راه افتادین توی الهول و جاهای مختلف دارید میگردید توی لونه داعشی ها دونه دونه دختران روبوده شده رو پیدا میکنید فیلماشو دارید پخش میکنید همین الان این اتفاق داره میفته این دختران در این سالها کجا بودن شما دختر و غیرت و شرافت سرتون میشه آن کسانی که در اقلیم کردستان هستن در اقلیم کردستان عراق از شرافت حرف نزنید از غیرت حرف، از ناموس شما حرف نزنید شما که وسط میدان عراق و سوریه آن موقع که داعش حمله کرد عده دیگری آمدن ناموستون رو نجات بدن بعضی حرفها اسمو سعی میکنیم مطرح نشه سعی میکنیم گفته نشه ولی زمانی که احساس میکنیم وطن ما مورد حمله قرار گرفته عده در قامت عمار خفه خون گرفتن میخوان اسمتشون دار نشه محبوبیتشون ضربه نخوره من یه جوری بزنم تویتم و یه جوری رو بنویسم که محبوبیتم نریزه الانی که وطن ما مورد حمله قرار گرفته عده دیگری وسط بازی میکنن مشکوک بازی میکنن تا دیروز رنگوبوی دشمن نداشتن امروز رنگوبوی دشمن دارن وسط بازی میکنن وقتی که بازی به اینجا رسیده و وقتی که ما در این نقطه قرار گرفتیم دیگه تعارف باید کنار بره ما از سراحت خودمون استفاده میکنیم برای اونهایی که میخوان در این بازی از برگ برنده تجزیه طلبها استفاده بکنن به جهت بحرانی کردن ایران من این بحث رو ادامه نمیدم چون میدونم که خیلی ها رو ممکن هست ناراحت بکنه ولی آنهایی که امروز دختردار شدن در اقلیم کردستان وادارمون نکنن که داستان رو و تاریخ رو برای اونها مرور بکنیم چون شرماوره چون باید سر خودشون رو پیش مردم با شرف کرد و مردمی که شرافت دارن و در اقلیم کردستان هستن پایین بندازن بریم بقیه ماجرا رو هم بررسی بکنیم دیروز همزمان با این اتفاقا چند تا ماجرای دیگه هم رخ میده یک فیلمی بوده که بی بی سی منتشر میکنه شبکه بریتانیای صغیر از کردستان ایران در این فیلم شما شعارهایی میشوی که این شعارها هر جور نگاه میکنی هیچ ربطی به درگذشت محسای امینی نداره این شعارها تجزیه طلبانه است در شرایطی که بعضیها گیجن بعضیها گنگن بعضیها وسط بازی میکنن بعضیها خفه خون گرفتن و پرچم ایران مورد حمله بی امان دشمنان قرار گرفته این داره تجزیه طلبی رو ترویج میکنه من میخوام چند تا از این ویدیوها رو ببینیم و متوجه بشیم که دیروز میدان بازی در نبود دوستان ما در دست چه کسانی بوده ببینیم این ویدیو رو ویدیویی هست از اتفاقات دیروز در اقلیم کردستان و ببخشید در کردستان ایران و شعارهایی که داده شد در دفاع از تجزیه طلبان نمیدونم شعارها رو در ازدهام جمعیت شنیدید یا نه از کمونیست گفت از سوسیالیست گفت با اینا خیلی کار ندارم از کموله گفت از کوموله گفت که کرد بیشتر از کشتن دیگر گروه ها و دیگر نجات ها بوده از کاکفواد گفت درسته از کسی گفت که این آدم یک ایفای نقش مؤثر برای بالا بردن تجزی در ایران داشته نه ظاهرا اتفاقاتی داره میفته زیر پوست یک ناآرامی لاشخورهایی بیدار شده اند و زوزه میکشند که صدای اینها ایرانی نیست و اهدافشون هم ایرانی نیستن، نگران یک دختر نیستن نگران چیز دیگری هستن یا دغدغه چیز دیگری دارن شاید متوهم شدن بریم فیلم های دیگری ببینیم بریم فیلم های دیگری ببینیم ببینیم که دیروز ماجرا به چه شکل بوده فیلم دیگری نه از دریچه دوربین بی بی سی فیلم دیگری از سوی خود معترضین در رسانه ها منتشر شده این فیلم هم مشابه همونه این فیلم هم داره جمعیت رو میده که روی صحبت های من مشاهده میکنید من رو قطع میکنم البته بذارید دوستان چون دارم از چیز صحبت میکنم از شوارهایی که دارن میرن صحبت میکنم شاید خیلی قطع کردن صدا ویدیو درست نباشه ببینیم ویدیو رو اینا فیلم هایی هست که دیروز در ها منتشر شده از هایی که داده می شود و جنس این شعارها به وضوح تروریستی و تجزیه طلبان است نیاز به توضیح بیشتر نداره همزمان با انتشار این فیلم ها در شبکه های اجتماعی یک گستاخی عجیب و غریب یک گستاخی عجیب و غریب وقتی که شاهد گیجی و کلافگی برخی دوستان هستیم و صد بازی کردن برخی دوستان هستیم خفه خون گرفتن برخی دیگر هستیم در همچین شرایطی فیلم های منتشر میشه از به آتش کشیده شدن پرچم وطن پایین آوردن پرچم وطن توسط بخشی که نمیدانم آنها رو چه, بدان... به نام هم در جایی به نام سقز و دیگر شهرها و همچنین در برخی مناطق در روستان تهران دوست دارم اینها رو ببینیم بعد نکاتی دارم که خدمت شما از کنم کرد این فیلمی که مشاهده میکنید دیروز در رسانه ها منتشر شده فردی رو نشون میده که پرچم ایران رو به آتش کشیده و وسط خیابان قرار گرفته اینها اینایی که داریم این همش اعتراض به درگذشت یک دختر شعار داره داده میشه در اعتراض به تجزیه طلبی و این شعاری است جهت اعتراض به یک دختر من دارم اشتباه میفهمم درسته من دارم بازی رو اشتباه میفهمم پرچم وطن رو دارن آتیش میزنن آتش زدن اقدامی سر جهت دفاع از یک دختر تحلیلگر تو داری اشتباه میفهمی چرا ماجرا رو پیچیده تر جلوه میدی چرا ماجرا رو فراتر از اینها جلوه میدی این فیلمی که دارید مشاهده میکنید دیروز توسط رسانه های بیوطن منتشر شده به پایین کشیدن پرچم ایران رو در سقز نشونده با این اسم منتشر کرده این فیلم رو دارید روی صحبت من مشاهده میکنید بله این بخشی از فیلم هایی هست که دیروز جماعتی سوء استفادهگر از غم مردم در حال رقم زدنش بودن بله میبینیم این فیلم رو بریم فیلم بعدی رو با همدیگه ببینیم فیلم بعدی که دارید مشاهده میکنید این فیلم اجازه من این فیلم رو برای شما بیارم

ناموس خیلی ها رو باید از زیر دست و پای داعشی ها و پرچم داعشی ها در می آوردیم. این پرچمی هست که اگر در احتضاز نبود خیلی ها امروز باید میرفتن عربی یاد بگیرن در جاهایی که داعش حضور داره و پرچم بالا برده بگردن ناموس خودشون رو پیدا بکنن دروغ دارم میگم بگردید به اتفاقاتی که همین امروز پخش زنده رسانه های کرد دارن پخش میکنن از الهول رفتن گشتن چهار نفر از دختران کرد رو گشتیم پیدا کردیم من منظورم با ملت با غیرتی که در منطقه ما هستن نیست دارم از سرانی صحبت میکنم که امروز رسانه هاشون رو و تروریست های میدانیشون رو به خط کردن دارن سوء استفاده میکنن از غمی که کرد های ایران رو در بر گرفته ترکهای های ایران رو عرب های ایران رو فارس های ایران رو ملیت ایران رو در بر گرفته برای اینکه بهره برداری بکنن به نفع خودشان این بخشی از چیزهایی هست که دیروز دیدیم در فضای قبارالودی که به راه افتاده بود و خیلی ها گنگ در حال نگاه کردنش بودن همزمان با اتفاقاتی که رخ میده نیروی انتظامی تلاش میکنه که این فضا مدیریت بشه من فیلم هایی رو پخش میکنم هم از درگیری نیروی انتظامی تنشی که با مردم داشته و هم از تمناهایی که میکنه تمناهایی که انجام میده برای مدیریت بحران در بعضی از جاها فیلم های منتشر میشه از زد و خورد نیروی انتظامی حتی نیروی انتظامی با افرادی که نظارگر هستن برخورد میکنه یعنی نیرو وارد شده داره اعتراضات رو به اصطلاح خود معترضین رو پراکنده میکنه یه جاهایی میرسه به افرادی که اونها هیچ کاری ندارن نظاره به اونها هم برخورد میکنه با اونها هم وارد درگیری و تنش میشه منطقی که اینها به کار بردن اینه نیروی انتظامی میگه که از یک بازه زمانی در درگیری ها به بعد من در بعضی جاها شاهد این بودم که افرادی آمدن برای اینکه درگیری ها به تنش کشیده بشه اونجا اون اولویتی که من در دستور کار قرار دادم تمنا از مردم بود برای فاصله گرفتن از اعتراضات آقا منطقی از فیلمی داری از اونجایی که داری تمنا میکنی از مردم نیروی انتظامی فیلمی نداره من یکی دو تا فیلم از معترضین به شما نشون میدم خود معترضین گرفتن که نیروی انتظامی داره تمنا میکنه برای اینکه جمعیت فضا رو به اصطلاح خودمون آرام بکنه و تک بکنه زمانی که اینجا به سمت تنش درگیری ها هدایت میشه نیروی انتظامی برای مدیریت میدان برای مدیریت کسانی که اموال عمومی رو آتش زدن بعضی هاشون خودروهای نیروی انتظامی رو آتش زدند و نیروهای انتظامی رو مورد ضرب قرار دادند شما اگر آمار درگیری های اخیر رو بررسی بکنید متوجه میشید که تعداد زخمی های نیروی انتظامی و کسانی که آسیب دیدن از معترضین خیلی بیشتر بوده هر کجای دنیا این رو تعریف بکنی به شما توضیح میدن که این نشانه از ببخشید این نشانی است از خیشتنداری اون نیرو در مقابل کسانی که قصد آشوب طلبی به بهانه اعتراضات مردم رو داشتن یکی تا فیلم در همین خصوص میخوام ببینیم بعد نکاتی دارم که خدمت شما عرضم که فیلم اولی که مشاهده میکنید فیلم کوتاهی هست که از خواهش و تمنای نیروی انتظامی از معترضین برای آرام کردن فضا منتشر شده در بله, در 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 بله, در در بله در بخشی از فیلم ها نیروی انتظامی از خطاب معترضین فریاد میزنه میگه من دارم از شما التماس میکنم که این فضا رو ترک بکنید دوستان اگر به اعتراضات نگاه بکنید گروهی رو میبینید که این گروه به شکل ویژه تری در بین معترضین در حال حرکت هستن در حال تکاپو هستن و عمده اینها عمده این افرادی که مشاهده میکنید هم در حفظ خودشون هم در حفظ ظاهر خودشون خیلی هوشمندانه تر عمل کردن و هم در به اصطلاح خودمون ظاهری که برای اعتراض کردن برگزیدن کول پشتی و چیزهای از این دست رو میبینید اینها تروریست ها ببخشید تروریست بذارید واژه دقیقتری بگم منصف باشیم اینها معترضین حرفه ای هستن اینها جماعت معترضی که صرفا برای اعتراض آمدن نیستن معترضین حرفه ای هستن که کاملا هوشمندانه میدان آمدن دیروز هم در کانال های خودشون در رسانه هایی که داشتن چیزهایی منتشر کردن فیلم منتشر کردن که این فیلم ها و این محتواها ها نشون میده که به شدت در این میدان ایفای نقش داشتن من یکی دو تا کپشن میخوام برای شما بخونم از حرفایی که اینها دیروز در کانال هاشون میزدن یک به اصطلاح خود اون جلسه هماهنگی در برخی شبکه های اجتماعی داشتن این جماعت سازماندهی شده یک نمونه از کپشن هاشون رو برای شما میخونم که ببینید آن چیزی که اتفاق افتاده ابدا دیروز اتفاقی نبوده ابداً دیروز در برخی از جاها ما شاهد یک اعتراض به من اعتراض نبودیم کاملا هوشمندانه تلاش کردند که فضا رو باشو بکشن نوشته که ما به این حکومت یک نسل کشی بدهکاری ما دینمان را پرداخت کرده ایم و الان نوبت آنهاست و شروع کرده توضیح دادن گفته که لازم هست ایده مسلح بشن بچه هایی که با ما هستن و دعوت کرده پیشمرگه ها اینا دیگه اصلا این چیزی که من دارم به شما میگم این مختصات یک معترض نیست این مختصات کسی هست که آمده است برای بحران آفرینی اسم این افراد مشخصه کشورهایی هم که درش نشستن و این حرفا رو میزنن به اسم شاعر شاعر چجوری عروض باشه آشوب طلب شده یه حرفیه یا شاعر نبودی یا داستان فراتره و داری اون کسانی که دنبالت میکنن رو فریب میدی من حالا در خصوص این افراد فعلا اسم نمیبرم برای مفصل خیلی کار دارم با کسانی که این روزها بر روی یک خون در حال مجسواری هستن بریم چند تا ویدیوی دیگه ببینیم ویدیویی هست که منتشر شده از حمله معترضین نیروی انتظامی دیروز زمانی که درخواست ها جواب نمیده زمانی که نیروی انتظامی به این جمعندی میرسه که باید سریح برخورد بکنه قبل ترش اتفاقاتی رخ داده این بخشی از اون اتفاقات است که دارید روی صحبت ما مشاهده میکنید من صداش رو قطع میکنم همونطور که مشاهده میکنید حمله به خود روی نیروی انتظامی رو در این تصویر مشاهده میکنید از سوی کسانی که دست به اعتراض از جنس بله دوستان این تصویری که مشاهده افرادی که کوله دارن توی تصویر رو دقت بکنید. خیلی خوب این ویدیو رو با هم دیدین این ویدیو بعدی رو روی صحبت من مشاهده می‌کنید. این ویدیویی هست از آتش زدن اموال عمومی و بستن معابر که از سوی معترضین در شب گذشته اتفاق افتاده فیلم بعدی که دارید مشاهده کنید مشابه همین هست بستن و محسود کردن راهها برای اینکه بتونن اختلال ایجاد بکنن در رفت و آمد و برای اینکه بتونن فضا رو به سمت ملتهبتر شدن هدایت بکنن بخشی از آن چیزی که میبینیم ناراحتی جامعه ای هست که این روزها دوست داره حرف خودش رو سریح مطرح بکنه ولی بخشیش ابدا هیچ رفتی به یک اعتراض معمولی نداره آن چیزی که میبینیم یک اعتراض معمولی نیست از ساعات اولش گروه های تجزیه طلب و برخی گروه های خرابکار وسط میدان آمدن وسط میدان آمدن و دارن ایفای نقش کن. من فیلم های دقیقتری هم از این, خو... از این, موضوع و در این خصوص خدمت شما ارائه خواهم داد این فیلم بعدی هست که دارید روی صحبت ما مشاهده میکنید حمله به نیروهای انتظامی رو نشون میده شما از یک جایی به بعد در درگیری های روز گذشته برخورد قاطع تری رو برخورد تندتری رو از سوی نیروی انتظامی در برخی از جاها میبینی همون نیروی انتظامی که آمده با تمنا تلاش کرده مدیریت کنه فضا رو داره سریحتر برخورد میکنه بخشی از این برخورد به خاطر حملاتی هست که به طور رسمی و علنی از سوی برخی افراد به نیروی انتظامی اتفاق میفته دوستان همزمان با اتفاقاتی که دیروز روز رخ میده و فیلم هایی که در رسانه ها منتشر میشه از درگیری ها و از ها برخی از کاربرها عکس هایی رو منتشر میکنن از افرادی که به عنوان افراد کشته شده به دست نیروی انتظامی معرفیشون میکنن با وجود خشونت عجیب و غریبی که درگیری های این روسا ها داشته نیروی انتظامی به شدت تلاش کرد که در آن چیزی که رخ میده کسی کشته نشه مدیریت میدان با وجود حملاتی که به نیروی انتظامی شده به شیوهی باشه که کسی کشته نشه علت این هست که اینا فهمیدن که آقا به هر شکلی که شده و جلوی پروژه کشته‌سازی گرفته میشه با وجود همه اینها فیلم ها و تصاویر از افرادی منتشه از در رسانه ها منتشر میشه از جمله در توییتر اعلام میکنن که اینها افرادی هستن که شهید شدن در, در... 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 درگیری‌های اخیر توسط نیروی انتظامی شهید شدن نیروی انتظامی افراد در بیمارستان پیدا کرده شناسایی کرده و مصاحبه های از اینها گرفته شده روی صحبت من چهره بعضی از, از این افراد رو و مصاحبه شون رو بسم الله الرحمن من چان درخان هستم 22 سال ساقس شنیدم که شاید شده من فوت شدم الحمدلله من زنده هم. من محمد پارسا صحت هستم از شهرستان سقس پسر انور شایع شده که من تی درگیری ها فوت شدم ولی هیچ کدومش ساعت نداره خیلی خوب این ویدیو رو با هم دیدیم این هم ویدیویی هست که نیروی انتظامی و ببخشید میگم نیروی انتظامی صدا و سیما برای اینکه توضیح بدهد پیرامون پروژه کشته سازی که تلاش کردن رقمش بزنن تلاش کردن با یک فریب رقمش بزنن اما موفق نشدن به مخاطبین خودش ارائه بده اجازه اید من فیلم ها رو ببینم ببینم فیلم دیگری مانده که به شما دوستان عزیز ارائه نداده باشم بله فیلم دیگری هست دوست دارم این رو هم در انتها با هم ببینیم پایین آوردن پرچم رژیم جمهوری فاسد ساشت شیش هزار و ساسد و یک خیلی خب، این بخش از ویدیو رو با هم دیدیم ویدیو دیگری که نیاز به توضیح نداره فکر کنم وضوح ماجرا انقدر با کیفیت هست که لازمی نیست من بخوام پیرامونش توضیح بدم تسلیت عرض می‌کنم خدمت آنهایی که این روزها در غم دخترکی هستن که نوع درگذشتش همه ما رو ناراحت کرد و تاکید می‌کنم به همه دوستان خودم این روزها به شکل ویژه‌تری نیاز به هوشیاری داریم نیاز به خوشیاری داریم آگاهی داریم در خصوص کسانی که بی امان به سمت پرچم ما هجوم آوردن و تن های تجزیه طلب رو جلو انداختن تجزیه طلبهایی که این روزها عروسی پدرشان است در غم نیستن ابدا در غم نیستن خوشحالن کف و سود میزنن هورا میکشن پرچم آتش میزنن اسم گروه های تجزیه طلب رو میارن این ماجرا و آن چیزی که داریم میبینیم نیاز داره که خوشیارانه نسبت بهش رفتار بکنی و ایفای نقش داشته باشی من خدمت همه دوستان خودم میگم اونهایی که به هر شکلی در کنار ایران ایستادن دوستان عزیز در شرایطی که امارها خفه خون میگیرن در شرایطی که رستم ها گیج هستن کلافه نمیدونن کجا باید بازی بکنن شما باید برای وطنت وسط این میدان مجازی ایفای نقش داشته باشی من خیلی حرفا دوست بزنم خیلی داستان ها رو دوست نداشم بهش بپردازم ولی لازم هست آنجایی که وطن به ما نیاز داره و اون که از سعود اینترنشنال ها از بن سلمان هایی که از بحرانی کردن فضای ایران میگفتن کشاندن جنگ به داخل ایران میگفتن و الان دارن با رسانه هاشون تلاش میکنن فضای ایران ملتهب باشه در شرایطی که اینها خوشحالن در شرایطی که الهام باکو و آنهایی که به دنبال بحران آفرینی در مرسه ما هستن در شرایطی که تزیه طلب در اقلیم کردستان ایران خوشحالن دشمنان ما همه کف و سود میزنن لازم و ضروری هست که ما به دور از احساساتی که دیگران به ما تزریق کنن هوشیارانه کنار پرچم وطن بیستیم نکته دیگه ندارم اگر احساس کردین نکته ای هست من در قالب پیام برای من بفرستین تی پیرامون محسا امینی وجود داره سعی میکنم که بخشی از این ابهامات رو به یاری خود رو در روزهای پیش رو مفصل با شما دوستان عزیز در میون بذارم و بهش پاسخ بدم خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر